یعنی قرآن را از حفظ میخوانند. قرآن کتابی نیست که تحریف شود یا کسی بتواند اون را تحریف کند. بنابر این است که خاتم الانبیا بودن رسول الله صلی الله علیه و آله عقلا هم الزامیه، چون وقتی شریعت آسمانی تحریف نشده پیامبری لازم نیست. خب پیامبر میاد چه بکند؟ میاد تعالیم آسمانی که از بین رفته از نو در اختیار مردم قرار بدهد. این که هست بله، این بوده که هر بار قرآن مهجور و متروک می شده خداوند یک عالم مجاهدی را می فرستاده. بر این اساس رسول الله فرمود به یهود مدینه، فرمود ما سزاوارتریم به تشکر نمودن از خدا در مقابل نعمتی که بر موسی و پیروانش داده، زیرا ما سزاوارتریم، نزدیکتریم به موسی از شما. حضرت دستور فرمود مهاجرین و انصار روز عاشورا، روز دهم محرم را روزه گرفتند به شکرانه این که خداوند در این روز موحدان روی زمین را نجات داده و طاغوت زمان یعنی فرعون زمان حضرت موسی را هلاک کرده. مشهور است که وقتی یهودیان در مدینه منوره با اسلام و مخصوصا با شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله درگیر شدند، سه طایفه یهود مدینه که پیمان صلح با رسول الله بسته بودند یکی پس از دیگری پیمان شکنی کردند و با انتقام و غضب خدا روبرو شدند و نابود و نفله و سرگردان شدند، دیگه هیچ امکان توافق و تصالحی بین یهود و بین مسلمین نبود تا این روز. به ویژه اینکه قرآن دیگه آخرین تیری که لازم بود برای شناخت یهود به هدف رسانید، آخرین تیر این بود: لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا. بدون شک در طول تاریخ شدیدترین دشمن نسبت به مسلمانان یهود خواهید یافت و بت پرستان مشرکان. و بعد از این دیگه هیچ امکان ملایمت و سازشی با یهود نبود. آخرین محرمی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در حیات بود و حضرت در اونجا در مدینه منوره روز عاشورا روزه گرفت، گویا مطابق روایات بعد از پایان روز عاشورا فرمود لئن عشت الی قابلین لأصومن التاسع والعاشر، اگر تا سال بعد زنده موندم، تا محرم بعد زنده موندم، روز نهم و دهم محرم با هم روزه میگیرم. منظور حضرت این بود تا کسی فکر نکند پیامبر اسلام از عمل یهود تقلید می کند، چون وقتی یهود فقط عاشورا روزه بگیرد ما روز نهم و دهم با هم روزه بگیریم، یعنی اینکه کار با اونا نداریم، ما شریعت مستقلیم. مشهور است که فهم علما چنین است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله روز تاسوعا را اضافه فرموده در گفتار خود به منظور این که مسلمانان فکر نکنند ما در این عمل کورکورانه از عمل یهود پیروی میکنیم، بلکه شریعت اسلام این را مقرر داشته به منظور این که ثابت شود شرایع آسمانی یکی هستند و موسی و محمد و عیسی سلام الله علیه اجمعین در یک خط واحد حرکت میکنند. این بود فلسفه روزه گرفتن روز نهم محرم و روز دهم محرم. سوال بعدی این است که در فرهنگ اهل سنت این مراسم تاسوعا و عاشورا، کلن مراسم سوگواری مطابق فرهنگ و مذهب تشیع برای حضرت امام حسین، آیا این در فرهنگ اهل سنت جا دارد؟ اگر این سوال برای شما شنونده عزیز مطرح است به پاسخ نیز توجه بفرمایید. اینک در مجامع ما دو نوع عزاداری وجود دارد، یکی عزاداری خانوادگی بعد از مرگ هر کس، یکی هم عزاداری که در جامعه کنونی ما به ویژه در جامعه ایران و جوامع تشیع خارج ایران به نام عزاداری احترام بزرگان و یاد اون بزرگان و قدردانی از اونها. این دو نوع عزاداری وجود دارد. در مورد نوع دوم
در فرهنگ اهل سنت هیچ چیزی نیامده. واقعیت اینه، بعضی اوقات حرف حق تلخه ولی به هر حال حق حقه.